در سلسله آموزش برنامه پاورپوینت قرار داریم و جلسه قبلی آمدیم ما شما تیب دیزاین شروع کردیم و با قسمت های دیمز آشنا شدیم و در این ویدیو در حقیقت میخوایم که مکمل قسمت دیزاین موضوعات شخص کنم یعنی در این ویدیو میخوایم که شما به شکل کامل با قسمت دیزاین آشنا شوید اگر جلسه قبلی رو ندیدین برین جلسه قبلی رو ببینین و بعدش به این ای جلسه رو ببینین اینجا به این کلیک کنید، اگر جلسه قبلی رو میخواستین <applause> عارف حسینی هستم به کانال آی تی خوش آمدید هفته چندین ویدیوی آموزشی به طور منظم در کانال آی تی می اپلود میکنم برای اینکه که ویدیوهای بعدی را از دست نتین کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگ فشار بکنید خب جلسه قبلی ما شما با تنظیمات دیمز و گپا آشنا شدیم مثلا کلیک میکنم اینجا ای دیمز بالای تمام سلایدای ما شما تطبیق شد یا اصلا میم کلیک میکنم اینجا ای دیمز بالای تمام سلایدای ما تطبیق شد برای فعلا ببینین چیزی که میخوایم برایتون بگوییم این دمز خوش ما آمده ولی ترکیب رنگش خوش نامده. اگر یک دمز ترکیب رنگش خوشتان نمیه میتونین از اینجا استفاده کنین اینی ساحه ساحه است که برای شما اجازه میده شما ترکیب رنگتان انتخاب بکنین پس در اون صورت ترکیب رنگ بگراون انتخاب میکنم مثلا تست کنم نارنجی چطور است می بالای همه تدبیخ شد یا آبی آبی اوکی است مثلا اسلاید اول میخواییم که ایطور باشه کلیک میکنم اینجا ولی اسلاید دو که هاردویر است با اسلاید سه و اسلاید چهار میخوایم که مثلا آبی باشه پس دو صورت چطور کنیم اگر کلیک کنم اپلای توال فامیدین راست کلیک میکنم اپلای تو سلیکت اسلاید بعد از اون سمت پایین نرکت میکنم اسلاید صافتیه را با سلسله اسلایدهایی که مربوطش میشود انتخاب کردیم بعد از اون میم راست کلیک میکنم اینجا اپلای تو سلیکت اسلاید یا از استایل نارنجی استفاده میکنم بعدش هم مشکل رفت است چه خبر مقبول آله میخواهیم که جای پرزنتیشن بیتیم پس دو صورت بالای سلاید شو کلیک میکنم جای میرم لکچر میتوم پس بالای موضوعی به نام فرام کلیک کنیم چقدر خوب درباره کامپیوتر صحبت میکنیم درباره سخت افزار هاردویر اینپوت دیوایس ها آوتپوت دیوایس ها بعدش هم درباره سافتویر و اپلیکیشن سافتویر و سیستم سافتویر و پروگرامینگ سافتویر یعنی تو اگه خواسته باشین ترکیب رنگ اسلاید هایتون شما تغییر بدین یک موضوع دیگه ای آسان باشه اگر این رنگار رو خوشتون نمد باز چی باز به صورت بین اینجا کلیک کنین میبینین رنگ های دیگه ای هم هست که میتونین از صحه کالر شما اسویچ کنین و حتی برای ایده اگر خواستن استایل خط تغییر بتین میتونین استفاده کنین و حتی فونت و بعضی از بگراون های دیگه هم اینجا موجود است اگر خواستن میتونین ازشان استفاده کنین مثلا این استایل بگراون داشته باشه خب او سلقه فردی خودتان که استفاده میکنین نمیکنین چیز دیگه ای که باید شما بایش شاشنایی داشته باشین اینجا سایز اسلاید های موشماس عمده ترین سایزی که استفاده میشه 4 در 3 استندرد است یا واید سکرین است چیزی که ما براتون توصیه میکنم این سایز استندرد زمان استفاده میکنین که یک جای برین پریزنتیشن بیتین یک پروژکتور یا یک LCD باشه که او LCD های سابقه که ای سایز استاندارد داشت به خاطر که پرزنتیشن ما در روی او جور بیه خوب لازم نیست دیگه کیر چنج کنین به خاطر که امروزه لپتاپها ها پروژکتور و ال سی ها کلشان واید اسکرین است نیازی به چنج نیست بعدش ببینین شاید شما بخواین کمی ترکیب بک گراوند رو چنج کنین مطابق ملتان تنظیم کنین باز وقت میتونین از موضوعی به نام فرمت بک استفاده کنین میتونین در بک سلوید یک رنگ خالص استفاده کنید باز رنگش هم میتونید از این قسمت انتخاب بکنید مثلا این رنگ ترانسپرنسیش شما میتونید شما کم و زیاد بکنید یا میتونید رنگ بک‌گراند ترکیب کنین گرادیانت. کلیک میکنین اینجا باز رنگایتون از اینجا تنظیمات چه انتخاب میکنین ترکیب میکنین خب شاید از قسمت پیکچر یا تکسچر استفاده کنید اگر تکسچر استفاده میکنین اینجا میبینید تکسچرای مختلف است مثلا پرزنتیشن میتیم میخوایم که همو پرزنتیشن ما شما استایل داشته باشه یا ای که اصلا یک بگراون خودتان دیزاین کردن میخواین که اینجا به پس دو سر تصویر میارین انزرت پیکچر اینجا کلیک میکنم بالای موضوعی بنامی فایل و بگراون بر فرض مثال خودم قبلا دیزاین کردم امو بگراون رو میخوایم اینجا ای بگراون بعدش هم بالای انزرت کلیک میکنم میبینین چقدر قرار جالی بگراون دلخواه ما بس میتونین در صورت خواسته باشین از موضوع استفاده کنین یا حتی میتونین از موضوع بنام پترن هم استفاده کنین که نی افکت ها افکت های مخت... متفاوت است که در صورت ضرورت ازشان است میتونین استفاده کنین بازم سلقه خودتان اگر خواستن که بگراون در حالت اول خود بیه بین از این آپشن استفاده کن ریسیت بگراون کلیک میکنم روی سید بگراند بگراند ما شما در حالت اول آمد ببینید در بعضی از مورد ما شما مثلا بعض چیزها آره رو نمیخواییم همین افکت تک که دقیق قسمت شما میبینین یعنی گرافیک اضافی است خواهیم از کل سلاید های ما پاک شوه پس دو صورت برین بالای فرمت بک‌گراند کلیک کنین و بعد از اون گزینه ای را ما شما داریم به نام هاید بک‌گراند گرافیک اینجا در صورت کلیک کنین میبینین اون گرافیک از همین اسلاید ما شما بالا شد اگر از کل اسلایدها ها میخواستین بالا شوه بالای اپلای تو کلیک میکنین میبینین از کل اسلایدها و گرافیک اضافی بالا میشه بازم سلقه خودتون که میخواین یا نمیخواین من پس کنترل زد و بعدشم هم کنترل زد میگم که پس دوباره بیا و بعدشم کلیک میکنم بالای موضوعی به نام کلوس